اول تواریخ فصل هفتم، نسل یساکار. پسران یساکار تولا، فوه، یاشوب، شمرو. پسران تولا که هر یک از آنها رئیس یک قبیله بود: اوزی، رفایا، یرعی، یحمال، یبسام و سموئیل. در زمان داوود پادشاه تعداد کل مردان جنگی این طایفه 22600 نفر بود. یزرحیا پسر عزی بود. یزرحیا و 4 پسرش به نامهای میکائیل، اوبدیا، یوئیل و یشیا هر یک رئیس طایفه ای بودند. آنها زنان و پسران زیادی داشتند، به طوری که توانستند 36000 مرد برای خدمت سربازی بفرستند. تعداد کل مردانی که از قبیله یساکار برای خدمت سربازی آمادگی داشتند 87000 جنگجوی زبده بود که نام تمام آنها در نسبنامه نوشته شد. نسل بنیامین. پسران بنیامین اینها بودند: بالا، باکر و یدیئیل. پسران بالا: اسپون، اوزی، اوزیئیل، یریموت، ایری. این 5 نفر رئیس طایفه بودند. تعداد سربازان این طوایف به 22034 نفر می رسید که نام آنها در نسب نامه نوشته شد. پسران باکر: زمیره، یوآش، الی آزار، الی اینان، عمری، یریموت، ابیا، اناتود و المت. تعداد سربازان این طایفه به 20200 نفر می رسید که نام آنها همراه نام رؤسای طوایف در نسب نام ثبت شد. بلهان پسر یدیئیل بود. پسران بلهان اینها بودند: یعیش، بنیامین، ایهود، کنعه، زیتان، ترشیش و اخی شاهر. اینها رؤسای طوایف یدیئیل بودند که 17200 مرد جنگی داشتند. شوفی ها و حوفی ها از نسل ایر بودند و حوشی ها از نسل ایهر. نسل نفتالی. پسران نفتالی: یحزیئیل، جونی، یسیر و شلوم. اینها نوه‌های بلها، کنیز یعقوب بودند. نسل منسی. پسران منسی که از کنیز او که آرامی بودند به دنیا آمدند: اسرائیل و ماخیر پدر جلعاد بودند. ماخیر از میان شوفی‌ها و حوفی‌ها برای خود زن گرفت. او خواهری به نام معکه داشت. سلوفهاد یکی دیگر از فرزندان منسی بود که فقط چند دختر داشت. زن ماخیر که او هم معکه نام داشت پسری زایید و نام او را فارش گذاشت. اسم برادرش شارش بود و پسرانش اولام و راقم نام داشتند. بدان پسر اولام بود. اینها پسران جلعاد، نوه‌های ماخیر و نبیره‌های منسی بودند. حمولکه خواهر جلعاد 3 پسر به دنیا آورد به نام‌های ایشهود، ابی ازر و محله. اخیان شکیم، لقهی، انیام پسران شمیدا بودند. نسل افرایم. نسل افرایم به ترتیب عبارت بودند از شوتاله، بارد، تهد، الادا، تهد، زاباد، شوتاله، آزر و الاد. الاد و آزر قصد داشتند گله های جتی ها را که در آن سرزمین ساکن بودند غارت کنند، ولی به دست روستایی های آنجا کشته شدند. پدرشان افرایم مدت زیادی برای آنها ماتم گرفت و اقوامش به دلداری او آمدند. پس از آن زن افرایم حامله شد پسری زایید و
و به یاد آن مصیبت نام او را بریعه یعنی فاجعه گذاشتند. نام دختر افرایم شیره بود. شیره بیت هورون پایین و بالا و اوزیم شیره را بنا کرد. افرایم پسر دیگری داشت به نام رافع که نسل او عبارت بودند از راشب، طالب، تاهن، لعدان، امیهود، علیشه، نون و یهوشو. ناحیه‌ای که در آنها در آن زندگی می کردن شامل بیت ایل و روستاهای اطرافش بود که از طرف شرق تا نهران و از سمت غرب تا جازر و روستاهای حوالی آن امتداد می‌یافت. شهرهای دیگر این ناحیه شکیم و ایه با دهکده‌های اطراف آن بودند. قبیله منسی که از نسل یوسف پسر یعقوب بود، شهرهای زیر را و نواحی اطراف آنها را در اختیار داشتند: بیتشان، تعناک، مجدور و دور. نسل اشیر. پسران اشیر عبارت بودند از یمنه، یشوه، یشوی و بریده. اشیر دختری به نام ساره نیز داشت. پسران بریعه عبارت بودند از هابر و ملکی ایل پدر برزاوت. پسران هابر عبارت بودند از یفلید، شومیر و هوتام. هابر دختری به نام شوعا نیز داشت. پسران یفلید عبارت بودند از فاسک، بمحال و اشوت. پسران شومیر برای یفلید اینها بودند: روحجه، یهبه و آرام. پسران برادران اورهیلام عبارت بودند از صوفه، یمنا، شالش و آمان. پسران صوفه عبارت بودند از سو، هر نفر، شوال، بیری، یمره، باسر، هود، شلشه، یتران و بیئیرا. پسران یتر عبارت بودند از یفنه، فسوا و آرا. پسران الا عبارت بودند از آره، هنیئیل و رسیا. همه فرزندان اشیر که سران طایفه بودند، جنگاورانی کارآزموده و رهبرانی برجسته محسوب می شدند. تعداد مردان جنگی این طایفه که در نسبنامه ثبت گردید 26,000 نفر بود.